اخیرا گزارشی درباره مطالعه جدیدی توسط سازمان ملل متحد منتشر شد که حاکی از آن است که سلامت زنان، کودکان و نوجوانان زیادی در سراسر جهان وخیم است. این وضعیت که شاید بتوان آن را بحران نامید، علل بسیاری دارد اما شاید مهمترین آنها را بتوان تاثیرهای باقی مانده از بیماری کووید 19 و نیز تغییرات آب و هوایی در کره خاکی دانست. توضیحات بیشتر در گزارش همکارم هی در مجید سازمان ملل متحد گزارشی منتشر کرده که نشان می‌دهد سلامت زنان و کودکان و حتی نوجوانان در سطح جهان با چالش‌های جدی روبرو است این گزارش به علل اصلی این وضعیت پرداخته و همه‌گیری کرونا و تغییرات آب و هوایی در سراسر جهان را از عوامل مهم و اصلی این وضعیت برمی‌شمارد پژوهش‌های انجام شده که نتیجه آن همین گزارش منتشر شده توسط سازمان ملل است نشان می دهد که همه شاخص های کلیدی سلامت دوران کودکی و بسیاری از شاخص های کلیدی توسعه پایدار یک پسرفت جدی را در جهان نشان می دهد. بر اساس این گزارش در سال 2020 ناامنی غذایی، گرسنگی، ازدواج کودکان، افسردگی و استراب نوجوانان در سراسر جهان افزایش یافته است. اما در سال 2021 تخمین زده می شود که 25 میلیون کودک در کشورهای مختلف جهان واکسن های مورد نیاز برای بدن را دریافت نکردند این یعنی 6 میلیون کودک بیشتر از سال 2019 و به معنای افزایش مرگ و میر بر اثر ابتلا به بیماریهای های مختلف است در دوران کرونا میلیون ها کودک در جهان از مدرسه غیبت کردند برخی غیبت یک سال و برخی دیگر مدت زمان بیشتری بود بر اساس این پژوهش صورت گرفته 80 درصد کودکان در 104 کشور جهان امکان تحصیل را در دوران کرونا از دست دادند ناگفته نماند از زمان شروع کرونا در جهان 10.5 میلیون کودک در جهان یکی از والدین خود را به دلیل این بیماری همگیر از دست دادند در همین راستا آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل میگوید از دلایل اصلی ما برای عمل نکردن به وعده ها بحران های جهانی به وجود آمده ناشی از همگیری کووید 19 و شرایط استرادی آب و هوایی است در پایان لازم به ذکر است که این گزارش همچنین به کشورهایی که بیشترین تعداد آوارگان را دارند اشاره کرده و می نویسد شش کشور افغانستان جمهوری دموکراتیک کنگو اتیوپی سودان سوریه و یمن با بیشترین تعداد آوارگان نیز در میان ده کشور اول با بالاترین نرخ ناامنی غذایی قرار دارند. هیدر مجید اخبار شیه